کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کنوانسیون حفاظت از میراس فرهنگی زیر آب ماده 26 تنفیز پذیرش تصویب یا الحاق بند یک این کنوانسیون منوط به تنفیز، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو یونسکو است. بند دو این کنوانسیون منوط به الحاق در موارد زیر است. الف کشورهایی که عضو یونسکو نمی باشند اما عضو سازمان ملل متحد یا یک آژانس تخصصی در نظام سازمان ملل متحد یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و نیز کشورهای عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هر کشور دعوت شده توسط کنفرانس عمومی یونسکو جهت الحاق به این کنوانسیون ب سرزمین هایی که دارای دولت کامل خودگردان داخلی مورد شناسایی توسط سازمان ملل متحد می باشند اما مطابق با قطعنامه شماره 15 1514 مجمع عمومی به استقلال کامل دست اند و در قبال موارد موضوع این کنوانسیون دارای صلاحیت از جمله صلاحیت جهت انقاد پیمان در ارتباط با آن موارد می باشند. بند سه اسناد تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق نزد مدیر کل تودیع خواهد شد ماده 27 لازم اجرا شدن این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع 20 سند موضوع ماده 26 تنها در ارتباط با 20 کشور یا سرزمین هایی که اسناد خود را تودیع کرده اند لازم اجرا خواهد شد این کنوانسیون برای هر کشور یا سرزمین دیگر سه ماه پس از تاریخی که در آن کشور یا سرزمین مزبور سند خود را تودیع کرده باشد لازم اجرا خواهد شد. ماده 28 اظهارنامه در مورد آبهای داخلی هر کشور یا سرزمین می تواند هنگام تنفیز، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان پس از آن اظهار نماید که قواعد در مورد آن دسته از آبهای داخلی که دارای مشخصه دریایی نیستند اعمال خواهد شد. ماده 29 محدودیت هایی در حوزه جغرافیایی هر کشور یا سرزمینی می تواند در هنگام تنفیز، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اظهارنامه ای را به امین اسناد تسلیم نماید مبنی بر اینکه این, این کنوانسیون به بخش خاصی از قلمرو آن آبهای داخلی آبهای مجمع الجزایری یا آبهای سرزمینی آن قابل اعمال نخواهد بود و در آن دلایل چنین اظهارنامه ای را مشخص خواهد نمود کشور مزبور تا حدی که عملی باشد و در اسرع وقت شرایطی را که به موجب آنها این کنوانسیون در مورد مناطق مشخص شده در اظهارنامه آن اعمال خواهد شد ایجاد خواهد کرد و به این منظور به محض نیل به موارد مزبور اظهارنامه خود را به طور کلی یا جزئی بازپس خواهد گرفت. ماده C حق شرط ها به استثناء ماده 29 نمی توان هیچ گونه حق شرطی را در مورد این کنوانسیون در نظر گرفت. ماده سی و یک، اصلاحات بند یک، هر کشور عضوی می تواند به طور کتبی خطاب به مدیر کل اصلاحاتی را برای این کنوانسیون پیشنهاد نماید. مدیر کل مکاتبه مزبور را بین تمامی کشورهای عضو منتشر خواهد نمود اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ توزیع مکاتبه حداقل نیمی از کشورهای عضو به این درخواست پاسخ مثبت دهند مدیر کرد پیشنهاد مزبور را در گرد همایی بعدی کشورهای عضو جهت بررسی و تصویب احتمالی ارائه خواهد نمود بند دو اصلاحات توسط اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد بند سه اصلاحات این کمیسیون در صورت تصویب منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق کشورهای عضو خواهد بود. بند چهار اصلاحات سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد موضوع بند سه این ماده توسط دو سوم کشورهای عضو فقط در مورد کشورهای عضوی که آنها را تنفیذ، پذیرفته یا تصویب کرده یا به آنها ملحق شدهاند لازم اجرا خواهد شد. پس از آن اصلاحات مذکور برای هر کشور یا سرزمین که آن را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‌دهد یا به آن ملحق می شود سه ماه پس از تاریخ تودی اسناد تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق آن اوز لازم و اجرا خواهد شد بند پنج کشور یا سرزمینی که پس از لازم و اجرا شدن اصلاحات طبق بند چهار این ماده عضو این کنوانسیون می شود در صورتی که تمایل آن کشور یا سرزمین به گونه دیگری اظهار نشده باشد الف به عنوان عضو این کنوانسیون به صورتی که اصلاح گردیده و به به عنوان عضو کنوانسیون اصلاح نشده در ارتباط با کشور عضوی که متحد به اصلاحات نمی باشد تلقی خواهد شد. ماده 32 فسخ بند یک هر کشور عضو می تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به مدیر کل عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ کند. بند دو فسخ عضویت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد مگر اینکه این اطلاعیه تاریخ مؤخرتری را مشخص کرده باشد. بند سه فسخ عضویت به هیچ عنوان مسئولیت هر کشور عضو جهت انجام تعهدات مندرج در این کنوانسیون که آن کشور به موجب حقوق بین الملل به صورت مستقل از این کنوانسیون مشمول آنها خواهد بود را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. ماده 33 قواعد قواعد پیوست این کنونسیون جزء لاینفک آن می باشد مگر اینکه به صورت دیگری سریحا پیش بینی شده باشد. اشاره به این کنونسیون به مسابه اشاره به قواعد نیز خواهد بود. ماده 34 ثبت در سازمان ملل متحد این کنوانسیون طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد به درخواست مدیر کل در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. ماده 35 متون معتبر این کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که هر شش متن اعتبار برابر دارند. قسمت پیوست قواعد مربوط به فعالیتهای معطوف به میراث فرهنگی زیر آب بند یک اصول قاعده اول حفاظت از میراس فرهنگی زیر آب از طریق نگهداری شرایط طبیعی آن به عنوان اولین گزینه مورد توجه قرار خواهد گرفت بر همین اساس فعالیت های محتوف به میراث فرهنگی زیر آب به نحوی مجاز خواهد بود که سازگار با محافظت از آن میراث باشد و با رعایت شرط مزبور به منظور کمک قابل توجه به حفاظت یا دانش یا افزایش میراس فرهنگی زیر آب میتواند تدویش شود قاعده دو بهرهبرداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب جهت تجارت خرید و فروش یا پراکندن غیر قابل جبران آن اساسا مقایر با محافظت و مدیریت صحیح میراث فرهنگی زیر آب است میراث فرهنگی زیر آب را نمیتوان به عنوان کالاهای تجاری معامله خرید و فروش یا معاوظه نمود این قاعده را نمیتوان به گونهای تفسیر نمود که مانع موارد زیر باشد الف ارائه خدمات باستانشناسی حرفهای یا خدمات لازم زمینی مربوط به آنکه ماهیت و هدف آنها با این کماسیون تطابق کامل دارد و مشمول مجوز مقامات صلاحیت دار می باشند به تودیع میراث فرهنگی زیر آب که در زمان انجام پروژه های پژوهشی طبق این کنوانسیون بازیابی شده است به شرط آنکه لطمه ای به منافع علمی یا فرهنگی یا یک پارچگی اشیای بازیابی شده نزند یا منجر به پراکنده شدن غیر قابل جبران آن نگردد و مطابق مفاد قواعد 33 و 34 مشمول مجوز مقامات صلاحیت باشد. قاعده 3 فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب نباید میراث فرهنگی زیر آب را بیش از آن که برای اهداف پروژه مورد نیاز است تحت تاثیر نامسلوب قرار دهد. قاعده چهار در فعالیت های معطوف به میراس فرهنگی زیر آب نباید از فنون و روش های نخش برداری مخرب در جهت کشف اشیا استفاده شود اگر خاک برداری یا اکتشاف برای مطالعات عملی یا برای محافظت نهایی از میراث فرهنگی زیر آب ضروری باشد فنون و روش های مورد استفاده باید تا حد ممکن غیر مخرب باشند و به حفظ بقایا کمک نمایند. قاعده 5. فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب نباید به بقایای بشری یا مکان مقدس آسیبی برساند. قاعده 6. فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب باید به طور دقیق تنظیم شود تا از ثبت صحیح اطلاعات فرهنگی، تاریخی و باستانشناسی اطمینان حاصل گردد. قاعده 7. دسترسی عموم به میراث فرهنگی زیر آب در شرایط طبیعی آن باید ترغیب گردد مگر در مواردی که دسترسی مزبور با حفاظت و مدیریت میراث مذکور مقایر باشد قاعده 8 به منظور افزایش مبادله مؤثر یا استفاده از باستانشناسان و سایر متخصصان امر همکاری بین المللی باید در انجام فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب تشویق گردد بند دو طرح پروژه قاعده نو پیش از شروع هر گونه فعالیت محتوط به میراث فرهنگی زیر آب باید طرحی برای پروژه فعالیت آماده گردد و به مقامات صلاحیت دار جهت عغز مجوز و بررسی مشکافانه تسلیم گردد قاعده ده طرح پروژه در برگیرنده موارد زیر خواهد بود الف ارزیابی مطالعات اولیه یا پیشین ب بیان و اهداف پروژه پ روش مورد استفاده و فنونی که قرار است به کار رود ت بودجه پیش بینی شده س جدول زمانی مورد انتظار برای تکمیل پروژه ج ترکیب گروه و شایستگی ها مسئولیت ها و تجربه هر یک از اعضای گروه چ برنامه های تحلیل پس از کار و سایر فعالیت ها ه برنامه مرمت برای مصنوعات و مهن با همکاری نزدیک مقامات صلاحیت دار خ سیاست مدیریت و نگهداری محل برای کل مدت پروژه د برنامه مستندسازی ز سیاست ایمنی ر سیاست حفاظت محیط زیستی ز ترتیباتی برای تشریک مساعی با موزه ها و مؤسسات دیگر به ویژه مؤسسات علمی ژ تهیه گزارش س تودیع بایگانیها از جمله میراث فرهنگی زیر آب برداشت شده ش برنامه جهت انتشارات قاعده یازده فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب طبق طرح پروژه مسبب مقامات صلاحیت دار انجام خواهد شد. قاعده دوازده در مواردی که میراث فرهنگی زیر آب به صورت پیش نشده کشف می شود یا شرایط تغییر می کند، طرح پروژه با تصویب مقامات صلاحیت دار بازبینی و اصلاح خواهد شد. قاعده 13 در موارد کشفیات اضطراری یا تصادفی فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب از جمله اقدامات مرمتی یا فعالیت های کوتاه مدت به ویژه تثبیت محل در صورت نبودن طرح پروژه جهت حفظ میراث فرهنگی زیر آب می توانند تجویز گردند بند سه کارهای اولیه قاعده 14 کارهای اولیه موضوع بند الف قاعده ده در برگیرنده یابی خواهد بود که اهمیت و آسیدپذیری میراز میراث فرهنگی زیر آب و محیط طبیعی پیرامون در معرض خطر به وسیله طرح پروژه و قابلیت جمع آوری که اهداف پروژه را محقق نماید ارزیابی می نماید. قاعده 15 ارزیابی شامل مطالعات زمینه راجع به شواهد تاریخی و باستانشناسی، مشخصه های باستانشناسی و محیطی محل و پیامدهای های هر گونه دخالت بالقوه برای ثبات بلند مدت فرهنگی زیر آب متأثر از فعالیت‌ها نیز خواهد بود. بند چهار هدف روش و فنون و پروژه قاعده 16 روش باید به اهداف پروژه همخانی داشته باشد و فنون به کار گرفته شده باید تا حد ممکن غیر مخرب باشد. بند پنج بودجه قاعده هفته به استثناء موارد اضطراری جهت حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب باید بودجه کافی برای هر گونه فعالیتی از پیش در نظر گرفته شود که جهت تکمیل تمامی مراحل طرح پروژه از جمله مرمت مستندسازی و تعمیر مصنوعات بازیابی شده تهیه گزارش و انتشار آن کافی باشد قاعده 18. طرح پروژه باید نشان دهد که دارای قابلیت لازم مثل وسیقه گذاشتن زمانتنامه نامه را دارد تا بودجه پروژه را تا زمان تکمیل تأمین نماید. قاعده 19 طرح پروژه باید دارای برنامه ای برای حوادث غیر مترقبه باشد تا از حفاظت از میراس فرهنگی زیر آب و اسناد معید ادعا در صورت قطع بودجه پیش شده اطمینان حاصل گردد. بند 6 زمان پروژه جدول زمانی قاعده 20 قبل از شروع هر گونه فعالیت محتوف به میراس فرهنگی زیر آب برنامه زمانی مناسبی باید تهیه شود تا تکمیل تمامی مراحل طرح پروژه از جمله مرمت مستندسازی و تعمیر میراس فرهنگی زیر آب بازیابی شده و نیز تهیه گزارش پروژه و انتشار آن را تضمین نماید قاعده 21 طرح پروژه باید دارای برنامه برای حوادث غیر مترقبه باشد تا از حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و اسناد معید ادعا در صورت وقف یا خاتمه پروژه اطمینان حاصل شود بند هفت صلاحیت و شایستگی ها. قاعده 22 فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب تنها تحت رهبری و کنترل و نیز با حضور مداوم یک باستانشناس زیر آب واجد شرایط که دارای صلاحیت علمی متناسب با پروژه باشد هدایت خواهد شد. قاعده 23 تمامی افراد گروه پروژه باید دارای شایستگی بوده و صلاحیت خود را متناسب با نقش خود در پروژه به اثبات برسانند. بند هشت مرمت و مدیریت محل قاعده 24 برنامه مرمت شرایط رسیدگی به بقایای باستانشناسی در طی فعالیت‌های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب انتقال آن و در دراز مدت را پیش بینی خواهد نمود مرمت باید طبق استانداردهای جاری تخصصی صورت گیرد قاعده 25 برنامه مدیریت محل باید حفاظت و مدیریت شرایط طبیعی میراث فرهنگی زیر آب را در طول کار و خاتمه آن پیش بینی کند. برنامه مذکور در برگیرنده اطلاعات عمومی آینده نگری منطقی برای تثبیت محل پایش و محافظت در مقابل دخالت خواهد بود. بند نو مستندسازی قاعده 26 برنامه مستندسازی باید مستندات کامل از جمله گزارش پیشرفت فعالیت های محتوف به میراث فرهنگی زیر آب طبق استاندارد های جاری تخصصی سازی مستندسازی باستان شناسی را به نمایش بگذارد قاعده 27 برنامه مستندسازی حداقل باید در برگیرنده سابقه جامع از محل از جمله منشأ میراث فرهنگی زیر آب جابجا شده یا برداشت شده در جریان فعالیت های محتوف به میراث فرهنگی زیر آب یادداشت میدان اکتشاف برنامه ها, نقشه ها، بخش ها و تصاویر یا ثبت در ابزار دیگر باشد بند ده ایمنی قاعده 28 سیاست ایمنی باید به صورتی مهیا گردد که برای حصول اطمینان از ایمنی و سلامتی گروه پروژه و اشخاص سالس کافی و طبق هر گونه الزامات حرفه‌ای و قانونی حاکم باشد بند 11 محیط قاعده 29 سیاست محیط زیستی باید به صورتی مهیا گردد که برای حصول اطمینان از اینکه به بستر دریا و زندگی در دریا آسیبی بیش از اندازه وارد نمی آید کافی باشد. بند دوازده گزارش دهی قاعده سی گزارش های نهایی و موقتی باید طبق جدول زمانی مندرج در طرح پروژه تهیه و در سوابق عمومی مربوط درد شود. قاعده سی یک. گزارش باید در برگیرنده موارد زیر باشد. الف شرحی از اهداف ب شرحی از روش ها و فنون به کار گرفته شده پ شرحی از نتایج حاصله ت اسناد گرافیکی و تصویری مهم در رابطه با تمامی مراحل فعالیت س پیشنهادهایی در رابطه با مرمت و بازسازی محل و هر گونه میراث فرهنگی زیر آب برداشته شده ج پیشنهادهایی برای فعالیت های آتی بند 13 بازسازی بایگانی های پروژه قاعده 32 ترتیبات بازسازی بایگانی های پروژه باید پیش از شروع هر گونه فعالیتی مورد توافق قرار گیرد و باید در طرح پروژه قید گردد قاعده 33 بایگانی های پروژه از جمله هر گونه میراث فرهنگی زیر آب برداشت شده و یک نسخه از تمامی اسناد معید ادعا باید تا جایی که ممکن است به صورت یک مجموعه و به نحوی که در دسترس متخصصان و عموم باشد و نیز جهت بازسازی بایگانی ها نگهداری شود این امر باید تا حد ممکن سریع انجام گیرد و در هر صورت حداکثر 10 ده سال پس از تکمیل پروژه و مطابق با ضوابط نگهداری از میراز فرهنگی زیر آب انجام گیرد قاعده سی چهار بایگانی های پروژه باید طبق استانداردهای تخصصی المللی و با رعایت مجوز مقامات صلاحیت دار اداره شود. بند 14 انتشار قاعده 35 پروژه ها باید آموزش همگانی و ارائه عمومی نتایج پروژه را به صورت مقتضا پیش بینی کند. قاعده 36 ترکیب نهایی پروژه باید به صورت زیر باشد. الف با در نظر گرفتن پیچیدگی پروژه و ماهیت محرمانه یا حساس اطلاعات تا حد ممکن بلا فاصله به اطلاع عموم برسد. ب. در سوابق عمومی مربوط درج گردد. این کنورسیون در روز 6 نوامبر 2001 میلادی برابر 15 هشته 1380 هجری شمسی در دو نسخه معتبر تنظیم شد که به امضای رئیس سی و جلسه کنفرانس عمومی و مدیر کل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد رسیده است و به بایگانی یونسکو سپرده خواهد شد و نسخه های مصدق آن به تمامی کشورها و سرزمین های موضوع ماده 26 و نیز سازمان ملل متحد تحویل خواهد شد. امین اسناد یونسکو لازم اجرا شدن این کنوانسیون طبق ماده 27 آن سه ماه پس از تاریخ تودیع 20 سند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق فقط در مورد 20 کشور یا سرزمینی که اسناد خود را تودیع کرده اند لازم الاجرا خواهد شد این کنوانسیون در مورد هر کشور یا سرزمین دیگر سه ماه پس از تاریخی که در آن کشور یا سرزمین مزبور سند خود را تودیع کرده است لازم اجرا خواهد گردید. متون معتبر عربی، انگلیسی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی و روسی قانون فوق مشتمل بر ماده واحد منظم به متن موافقت نامه شامل مقدمه و 35 ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 ده 1387 به تایید شورای نگهبان رسید.